آشنایی با دیوار مقدماتی. حالا وقت اون رسیده که با مبحث دیوارها یا والز آشنا بشیم. توی این آموزش مبحث دیوارمون به دو بخشه، دیوارهای مقدماتی و دیوارهای پیشرفته تقسیم میشن. دیوارها جز اصلی ترین عناصر برای مدل سازی یک ساختمون هستن و نرم افزار رویت اونا رو به عنوان سیستم فامیلی به صورت پیش‌فرض در اختیار کاربران قرار داده. ما این امکان رو داریم تا بر اساس نیاز و استاندارد خودمون مشخصات دیوارهای پیش‌فرض رو تغییر بدیم و تیپ‌های جدیدی رو برای خودمون بسازیم. مبحث این فصل ما دیوارهای مقدماتی هستن. برای اینکه ما یک دیوار رو انتخاب بکنیم، از چه روشی اصلا میتونیم استفاده کنیم؟ اگر ما توی فلور پلن قرار داشته باشیم و روی لول مورد نظرمون دبل کلیک بکنیم، حالا میتونیم ابزار وال رو انتخاب بکنیم. از کجا؟ از تب آرکیتکچر و وال. که اگر ما وال رو انتخاب بکنیم، توی قسمت آپشن بار برای ما لیستی از فرمان‌هایی که ما میتونیم با استفاده از ابزار وال بهشون دست پیدا میکنیم. توی قسمت دراو هم یه سری ابزارهای ترسیمی برای ما نمایش داده میشن و همینطور توی پنجره پراپرتیز هم یه سری تنظیمات مربوط به ادیت تایپ و اینستنس پراپرتیز رو داریم. خب اولین کاری که ما همیشه میکنیم اینو یادتون باشه، قبل از شروع ترسیم ما باید واحد کاریمون رو به متر تبدیل کنیم. برای این کار از تب Manage بر روی Project Unit که در این قسمت قرار داره کلیک میکنیم و یا اینکه توی صفحه کیبوردمون UN رو به محض اینکه تایپ کنیم برای ما کادر پروژکت یونیت باز میشه. توی رویت نیازی به اینتر کردن مثل کد نیست و به محض اینکه فرمان رو تایپ کنیم فوراً برای ما کادر رو باز میکنه. توی پنجره پروژکت یونیت در قسمت لکت یک پنجره برای ما مجدداً باز میشه که توی قسمت یونیتش ما باید واحدمون رو از میلیمتر به متر تبدیل کنیم، چون واحد کاری رویت متر هستش. و توی قسمت راوندینگ روی دو رقم اعشار واحدمون رو قرار میدیم. پس ما توی کادر فرمت در پنجره پروژکت یونیت دو تا قسمت رو باید عوض کنیم. یکی یونیتمون رو روی متر میذاریم حتما، راوندینگمون رو هم روی تو دسیمال پلیس میذاریم. به محض اینکه اوکی بکنیم حالا نرم افزار واحدش تبدیل به متر شد. پس حتما این کار رو باید قبل از شروع همه ترسیماتمون انجام بدیم. حالا توی پنجره پراپرتیز ما توی قسمت تایپ سلکتورمون انواع تیپ های دیوار رو به صورت پیش‌فرض داریم که با باز کردن لیست کشوی اون میبینیم اینها رو. البته اکثر این دیوارها به دلیل اینکه با استاندارد کشور ایران همخونی ندارن قابل استفاده هم نیستن و دیوار باید بر اساس نوع پروژه‌مون ساخته بشه. که روش ساختن دیوارها رو بعد از اینکه ابزارهای ترسیمی رو معرفی کردیم با هم آموزش می‌بینیم. وقتی که ما لیست تایپ سلکتور رو باز می‌کنیم، توی ابتدای اون یه قسمت داره به نام سرچ که ما میتونیم نام تیپ مورد نظرمون رو توی قسمت سرچ وارد بکنیم و سریعا بهش دسترسی پیدا کنیم و انتهای این لیست هم دیوارهایی که ما قبلا استفاده کردیم در قسمت Most Recently Used Type قرار دارن که ما الان اینجا فقط یک دیوار رو استفاده کردیم. خب توی درس بعدی به معرفی ابزارهای ترسیمی وال توی قسمت دراو میپردازیم. پس با ما همراه باشید.